من یه دانش آموز بهایی بودم که میخوام از اتفاقایی که تو طول دوران تحصیل برام افتاد تعریف کنم. البته خب تا اونجاش که یادمه. یه بار نمیدونم دقیقا کلاس چندم بودم، فکر کنم پنجم یا ششم بودم، ولی یادم میخواستم از ابتدایی برم دبیرستان و اینکه یه دونه دبیرستان خیلی خوبم تو شهرمون بود که میخواستم اونجا ثبت نام کنم و فکر کنم دبیرستان دولتی بود. خیلی کارا داشت خوب پیش میرفت. وقتی رفتیم برای ثبت نام، مدیر گفتش که شما نمیتونی اینجا ثبت نام کنی، ببخشید. مامانم خیلی پیگیر شد که من بتونم اونجا ثبت نام کنم. بعد از چند بار رفتن و اومدن و پیگیری و اینا، مدیر گفتش این دستور از بالاست. خلاصه که نتونستم اونجا ثبت نام کنم، رفتم یه دبیرستان دیگه. یه بار دیگه هم یادمه که ابتدایی بودم. آره ابتدایی بودم توی مدرسه خیلی خوب. وقتی بعد کلاس اول میخواستم برم کلاس دوم ابتدایی، مدیر به خانوادم گفتش که شما باید بیاین پرونده پسرتون رو ببرین از اینجا، اینجا نمیتونی ثبت نام کنین. بعد پیگیری های زیاد خانواده، مدیر که اتفاقا خیلی هم آدم خوبی بود، گفت راستش به ما گفتن شما نمیتونید اینجا ثبت نام کنید، باید برید یه مدرسه دیگه. تو خود مدرسه هم یادمه نماز جماعت که مثلا می بردن، من سر این موضوع خیلی اذیت می شدم. یادمه کلاس ششم بودم که یه آخوندی بود هر دفعه می گفت تو باید بیای و خلاصه به زور منو می برد نماز جماعت. می گفت فقط بیا بشین. مامانم چند بار اومده بود و صحبت کرده بود ولی منو به زور می بردن. همون سال ششم این آخونده که گفتم منو خیلی وقتا تنها گیر می آورد و گفت بیا صحبت کنیم و همش هم از این حرفا میزد، مثل اینکه چیزایی که پدر مادرت باور دارن یا خودت باور داری درست نیست و بیا من راه درست رو نشونت بدم. و فکرشو بکن، به یه پسر 11 ساله دائم داشت همچی فشاری وارد میشد. من هم موقع بچه بودم، خب یه وقتایی واقعا رو فکرم تأثیر میذاشت که کی داره دروغ میگه، کی راست میگه، اصل قضیه چیه. ولی الان فکر میکنم خیلی عمل شنیعیه که یه بچه‌ای که منطقش هنوز کامل شکل نگرفته رو تو تنها گیر بیاری و هی سرشو از این حرفا پر کنی. اینا یه بخشی از خاطراتمه، البته تا جایی که یادم بود. من این اتفاقو که برای خودم افتاده در مورد دوست بهایی تعریف میکنم برای اینکه ببینیم که چقدر ممکنه برای اطرافیان یه همچین فردی هم یه موقعیت از دید حالا اونایی که دستگیر میکنن یا برخورد میکنن یه موقعیت ساده بتونه خیلی ترسناک بشه. من دوست دانشجویی داشتم که از بچه های دیگه شنیده بودم که بهاییه، یعنی مثلا این مدلی که برم ازش بپرسم فلانی آیا تو بهایی هستی، مثلا نمیدونم روم نمیشد یا نمیخواستم، مثلا به نظرم محترمانه نبود این کار. ولی در حالی که یه درس مهمی یادم نیست جزوه‌ام بود، خب خیلی سال از دوره دانشجویی میگذره، جزوه‌ام بود، کتابم، یه چیزی بود که توی کلاس اون نداشتهش، من بهش داده بودم اینو و پیشش بود و تنها چیزی هم آدم از هم داره موبایل دیگه، شماره موبایل آدم مثلا در مورد دوست هم دانشگاهیش هم کلاسش مثلا شماره خونش و اینا رو که نداره، مثلا یعنی همه ندارن، خیلی دیگه همون موبایل رو سیف میکنی. من یه روزی که اینا رو لازم داشتم و قرار بود مثلا دو روز سه روز قبلش بیاره دانشگاه برام، من هی باش تماس گرفتم و این دوستم جواب نداد و من خیلی نگران شدم و چه زحمتی الان اصلا خودم یادم نمیاد چجوری آدرس خونش رو پیدا کردم و رفتم اونجا. خونهشون که هیچکی نبود، از مغازه های اطراف
میپرسیدم، میگفتن ما خبر نداریم، خودش و خواهرش با هم زندگی میکنن و اینجا دانشجوان، حالا بعضی مغازه ها میدونستن و ما خبر نداریم و اینا. شاید بگم 2 هفته بعد من فهمیدم که خواهرش رو که دستگیر کردن به عنوان یک فرد بهایی، موبایل خود این دوستم و لپتاپ و همه چیش هم گرفتن و هیچ نوع وسیله ارتباطی هم نداشته. به طور طبیعی شماره من هم حتی گم کرده بوده دیگه، چون شماره رو توی گوشی سیف کرده بوده و نداشته و اصلا یه جوری از همه دنیا قطع شده بوده، جدا شده بوده توی این فاصله، فقط به خاطر دستگیر شدن خواهرش و حالا میبردن میآوردن خودشو. در مورد تحصیلات دانشگاهی که مشکل همیشگی ما بهائیات تو جمهوری اسلامی بوده و هست، ترجیح میدم به جای خودم روایت یکی از دوستامو بگم. این دوست من همیشه میگه مشکلاتی که سر راه تحصیل بهائیان وجود داره گاهی مسئله عدو شود سبب خیر رو یاد آدم میارن. خود این دوستم نمونه همین قضیه است. به هنر و سینما علاقه داشت، ولی دانشگاه‌های هنری تو ایران هیچ جور امکان درس خوندن به یه فرد بهایی نمیدادن. البته به طور کلی هر فرد بهایی حتی اگه بتونه به یه شکلی ثبت نام کنم، در طول دوران تحصیل دانشگاهی دچار دردسر میشه. دوست من به جای حسرت خوردن همش میگفت اصلا به فرض که میتونستم دانشگاه هنر برم، مگه هنرمندای بهایی سینما و تئاتر ایران تونستن بمونن و کار کنن؟ یعنی از همون اول حسرت نخورد که نتونسته هنر بخونه. به جاش تصمیم گرفت زانوی غم بغل نگیره و خیلی زود جذب بازار کار بشه. یکی از فامیلاش معرفیش کرد به نمایندگی یکی از فروشگاه‌های یک کمپانی خارجی ماشین‌های اداری. مدیری که باهاش صحبت می‌کرد گفت کارت اینه که هر روز بیا اینجا، زودتر از همه کرکره رو بکشی بالا، کفه اینجا رو تمیز کنی تا بقیه بیان. دوستم میگه فروشگاه هم سالن خیلی بزرگی داشت، شاید 200 متر بیشتر بود. تیک کشیدنش کار سنگینی بود. بعدم به دوستم گفته بار که میاد باید بری خالی کنی، حاجی که میاد براش باید چای بیاری. دوستم میگه شرح وظایفمو که شنیدم، دیدم تمام قد و تمام عیار قرار آبدارچی بشم. ولی از این اتفاق هیچ احساس کوچیک شدن نمی کنه. با انرژی کارشو ادامه میده و نمیشینه تأسف بخوره که من چرا باید به این شرایط دوچار بشم. هنوز یه سال نگذشته بوده که رفیقم به رئیسش میگه میشه بخش فروش که تعطیل میشه من باز بمونم و تو بخش فنی که بیشتر میموندن یه چیزایی یاد بگیرم. اونم میگه باشه. خلاصه دوست ما هم شروع میکنه به یاد گرفتن اسمبل کردن کامپیوترها و تعمیر پرینترها و خلاصه همینجوری میگذره. بعد چند سال این دوست ما صبح تو بخش فروش بوده و بعد از ظهر بخش فنی. بعد چند سال این دوست ما میشه یکی از 3 نفری که بخش فنی رو به طور مستقل خودشون در اختیار میگیرن و یه جورایی صاحب اون شرکت میشن.